هر روز ما باید با نیازهای جدید غیر اصیل مواجه بشیم و مسابقه بدیم برای ارضا کردن این نیازها. آقا شما دلستر تا حالا خورده؟ نه داداش. چی هست؟ یه نوع نوشیدنیه. چیزی که داره نخورده باشی میل نداری بخوری. میدونی چرا؟ چون مزهش حس نکردی که. دلستر با تمبد یه بار دلستر میخوره. ما بدک نبود. آره مثلا خوبه. حالا چی بود؟ لیمو بود. آه تو با تمه هلوشو نخورد. بدبختی بیچاره. تحمیلنم استواییشو زدی تو داشت. اون دیگه چیه اینا بابا؟ باید فلزو دائم تو در محل ارائه آفرها و پیشنهادهای جدیدی هستی که لیموشو بدم، هلوشو بدم. و پاسخ تو چیه؟ همه شو بده. یعنی چی؟ یعنی دائم ارضای این نیازها بیش از حد، بیش از نیاز. یعنی اینجا دیگه اصلا بازاریابی نیست، بازارسازیه. و بشر میفته منزلت اجتماعی چی تعیین میکنه؟ پول. آقای مدیر بهترین کچلوار، بهترین ماشین، راننده، بهترین طبقه این ساختمون، بزرگترین و شیکترین اتاق، بهترین غذاها برای آقای مدیر میره. درست شد؟ از بوی عطرش اصلا متفاوته. اندازه خرج ماهانه تو اون ماهی پول اتکلان میده. و چون مایدارترینه، زیباترین زنها در خدمت او. پول داره، حوصله نداره یه ساعت تو هواپیما نشسته، دوست نداره چارت سیبیلو ببینه. تو هواپیما هم برید بگردید، من یه ساعتی که تو هواپیما تشریف دارم خوشگلاتون رو جدا کنید بیاد جلو چشم. جز اینه؟ یه ساعت بیشتر تو هواپیما نیستم. باشه. و شغل خدمت به پولدارا بشه ارزش. خودش که نمیتونی بشی. ببین خودش نمیتونی بشی، نمیذاره بشی، اما خدمت به او بشی ارزش. این سیاه‌پوستایی که تو آمریکا هستن، این کشورا، مثلا فامیلش جردن، جکسون، اسم اربابشه، اسم اربابش بگه آها اینا خادم فلانی بودن. باریکالله چه کلاسی. بعد ببینی یه مش جوون صبح تا شب دارن سر کله میشکنن که این مشاغل رو به دست بیاره. چرا؟ شغل خدمت به پولداراست، به خدایان جدیده. تا اینجا نگاه کرده بودی؟ بعد تو این ادا منزلت اجتماعی چی؟ آقا این آبدارچی خیلی انسان شریفیه ها، انسان راستگو، دروغگو نیست، امانت داره، چی چی چی. باشه، کوچکترین اتاق مال اونه توی شرکت، بزرگترین اتاق مال مدیر است. چرا؟ مدیره تولید ثروت بیشتری میکنه. برای اینکه این آقای مدیر رو باید نگه داریم، باید حقوقهای آنچنانی بهش بدیم. نمیمونه. یه میبینی شما تو جمهوری اسلامی با یه مقوله مواجه میشه به اسم حقوقهای نجومی. میگه چرا باید پول اضافه بدیم به اینا؟ برج 200 میلیون بهشون بدیم. میگه اون 200 میلیون حقوق میگیره، اما مرجی 10 میلیارد درآمد داره برای شرکتون. بعد اینی که حالا پول داره باید بیشترین روش ها و دانش ها رو به دست بیاره. برای همین شروع میکنن چیکار کردن؟ پژوهشگاه میزنن. میبینید آقا الان کلکل یه بین مثلا اپل و سامسونگ. چه آقا نسل در آینده مردم چی خواهند خواست؟ زودتر ما بریم بزنیم. پژوهشگاه دارن، گوگل پژوهشگاه داره، کلی هزینه آرندی میده، هزینه ریسرچ تحقیق میده، هزینه دیولوپمنت میده، هزینه گسترش میده، بهبود میده. برای چی؟ برای اینکه این ثروت میاره و این پژوهشگاه‌ها باید دست من باشن. یه کشور ثروتمند مثل آمریکا یه کاری کرده، همه دانشمندا میخوان فرار کنن برن اونجا. می‌بینی؟ میبیاید اینجا دانشتونه بدید به من، من با دانش شما با ثروت بیشتری تولید میکنم. یعنی قشنگ اینا چرخش رو ساختن. بعد تو این جامعه بدبخت بیچاره های شکل میگیرن، بدبخت بیچاره های مادام العمر، یعنی تا آخر عمرش همینجوری میمونه و بچه هاش هم همینجوری میمونن و یک شکاف عمیق طبقاتی شکل میگیره. یعنی قرآن میفرماد چی؟ اگه درست قرائت کرده باشم، به پیامبر فرمود این
غنیمت هایی که از جنگ میگیره یا رسول الله بده به فقرا، به پولدارا نده ها. کی؟ تا اینکه لا تکون، نباشه دوله، مایداری، دولت، جولان دادن، قدرت بین اغنیا کن. یه کاری نکنی اگه این کارو بکنی، این غنیمت ها رو بدی به پولدارا، پولدارا پولدارتر میشه. وقتی پولدارتر بشه قدرت دستونه، قدرت دستش بشه رسانه دستشه، رسانه دستش بشه پول دستش بشه نماینده مجلس میشه، بیشتر نهار و شام میده، کانالای تلگرامی رو به خدمت میگیره که تبلیغات کنن براش، کلیپ های تاثیرگذارتری میسازه. 10 تا روانشناس برداره میاره میگه این کلیپ لامصب من چجوری بسازم رو احساسات مردم تاثیر بذاره.